بسم الله الرحمن الرحیم. وقت همه شما عزیزا بخیر. خوشحال اومدی که در هفته چهارم در خدمت شما گیرمیان قرار دارم. عزیزا، نشرات پانتون جامی کتابی است به نام حقوق اساسی مقایسه از عبدالوحید نیاز آورده و انشاءالله که همگی شما گیرمیا بتونیم هر زمان که فرصت برای شما شد از این کتاب بگیریم و به نشرات وامق هست انشاءالله که از استفاده بکنیم، چون مباحث اولی ما به شکل کلی بود، چون مباحث به اصطلاح معرفی با حقوق اساسی بود، ولی مباحث تخصصی ما که بیشتر سر نظام حقوقی انگلستان و نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و فرانسه و نهایتاً بعد در افغانستان در این کتاب مطالعه بکنیم که انشاءالله از این کتاب بتونیم استفاده مؤثری بکنیم. هرچند که در مباحث سلایت ها تلاش کردم که مباحثی که نیاز از کتاب مورد مطالعه قرار بگیره ذکر شده، ولی خب اگر کتاب ها داشته باشیم به شکل مفصل تر میتونیم مطالعه بکنیم، که ما از فصل دوم این کتاب شروع میکنیم که بحث رژیم پارلمانیه که انشاءالله همگی شما بتونیم استفاده بکنیم. فصل دوم از این کتاب بحث رژیم پارلمانیه و بحث اول از بحث ویژگی های رژیم پارلمانیه که رژیم پارلمانی به مثابه نیاز رژیم های دموکراتیک امروز محسوب میشه. امروز یکی از رژیم های مروج و کارآمدی که در اکثر کشورهای لیبرال و با سیستم های مختلف حقوقی نظیر انگلستان، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی و مشاهده میرسه، با این هم نمیتون یک تصویر ساده و یا همیشه دقیقی از رژیم پارلمانی ارائه کرد، چون رژیم پارلمانی هم از هر کشور تا کشور دیگه متفاوته و دقیقا هر کشور با توجه به ساختار بومی خود و نیازهای خود رژیم پارلمانی میسازه و اساسا نمیتونیم شما دو کشور مثال بدیم که در دو کشور رژیم پارلمانی یکسانی وجود داشته باشه. هر کشور با توجه به نیاز خود، با توجه به وضعیت سیاسی خود، با توجه به ساختار خود برای خود یک نوع رژیم پارلمانی میسازه و بیشتر رژیم های پارلمانی در کشورهای دموکراتیک و کشورهایی که لیبرال هم مثل انگلستان و آلمان و ژاپن و ایتالیا و کشورهای مختلف دیگه که هست کاری بیشتر داره. این به معنی نیست که رژیم های پارلمانی باز در کشورهای غیر لیبرال وجود نداره. امروزه حتی این چین هم به نوعی یک رژیم پارلمانی داره و در روسیه هم یک رژیم پارلمانیه، ولی خب نوع ساختار از اینا کاملا متفاوته با کشورهای لیبرال. چون وقتی ما بحث از رژیم پارلمانی میکنیم، اما کشورهای دموکراتیک بیشتر معنا و مفهوم میتونه پیدا بکنه که به اصطلاح رژیم های لیبرال میگن و لیبرالیسم هم که میدونیم که چند تا ویژگی عمده داره، که یک فردگراییه، بحث دیگه آزادیه، بحث دیگه بازار آزاده، بحث آزادی بیانه، بحث تساوله، بحث حکومت دموکراتیکه، بحث روش دموکراسیه، حکومت محدوده، مالکیت خصوصیه، که این از جمله ویژگی های به اصطلاح لیبرالیزمه که در کشورهایی که نظام لیبرال دارن از این ویژگی ها شهروندان برخوردارن و عملا این شهروندان از این ویژگی ها به نفع خود استفاده میکنن. پس رژیم پارلمانی در حقیقت میتونه که با هر ساختار بومی که در اون کشور وجود داره ساخته بشه و اساسا به پیش بره. چند تا ویژگی رژیم های پارلمانی داره که در باز این مشترک در بین همه کشورها، یک بحث تمثیل یک باره حاکمیت که در این نظام های رادی عمومی یک بار ولی به درجات ظاهر میشه و از دستگاه منتخب نخستین که مو دستگاه پارلمان میگم انتقال پیدا میکنه و یک نهادی به نام پارلمان در یک کشور مستقر میشه و اساسا به او خواسته های مردم پیگیری میکنه و مردم از طریق نمایندگان خود به خواسته های خود میرسن. بحث ویژگی دومی که این نظام های پارلمانی داره اینه که تفکیک نسبی ارگانیک قواه، یعنی بین قوا مثل نظام های ریاستی نیسته که تفکیک مطلق قوا وجود داشته باشه و همه قواها هر کدام به اصطلاح سایه فعالیت خود خود داشته باشن و مستقلانه عمل بکنن، بلکه در این نظام ها به اصطلاح یک نوع تفکیکی وجود داره که این تفکیک در حقیقت
ارتباط بین از اینا ایجاد کرده به تفکیک تفکیک نسبیه، این به زیمنا نیست که هیچ ارتباطی بین از اینا وجود نداره. به وجود یک تفکیک نسبی در بین از اینا هست، اما هر یک ساختارهای خود خود دارن، اندامهای خود خود دارن و ویژگی های خود خود دارن. در این حوزه وقتی ما خواسته باشیم مطالعه بکنیم، الف وابستگی که از تفکیک نسبی قوا وجود داره که وابستگی قوی مجریه، در صورتی که رئیس دولت یک پادشاه یا ملکه باشه وابستگی به محل برای تر نداره و به اصطلاح این پادشاه یا ملکه اوقدر وابسته چندانی نیست، چون در بعضی کشورهای مقام تشریفاتی زیرا واضحه که به صورت موروثی به این مقام نائل شده و به اصطلاح پاسخگو اوقدر برای پارلمان نیست. اما در کشورهای جمهوری که به اصطلاح پادشاه نداره بلکه صدر اعظم و رئیس جمهور داره که رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب میشه ولی صدر اعظم چون از طرف پارلمان انتخاب میشه، در حقیقت قوه مجریه برای پارلمان وابستگی به اصطلاح قوی داره و عملا این وابستگی وجود داره. و همچنان بحث دوم به وابستگی قوه قانونگذاری باز به قوه مجریه، چون گفتیم که در حقیقت وظیفه اصلی و وظیفه مهم قوه مجریه در حقیقت چیه؟ قانونگذاریه در حالت عادی و در حالت روتین. اما زمانی که این حالت روتین وجود نداره، در زمان زمانی که نیازه، باز قوه مجریه میتونه که طرح قانون برای قوه قانونگذاری بده و در زمان به اصطلاح نوی ایجاد قانون بتونه که مجلس یا پارلمان رو کمک بکنه. و عملا این به این خاطر هم هست که بحث طرح قانونی و لایحه قانونی وجود داره که یکی از طرف خود نمایندگان مجلس و یکی دیگه از طرف قوه مجریه میتونه که تدوین بشه برای پارلمان فرستاده بشه. بحث سوم تفکیک نسبی وظیفه‌ایه که وظایف قانونگذاران به اصطلاح قانونگذاریه و وظیفه مجریه کارهای اجرایی و به اصطلاح تصامیم قوه قانونگذاری در مرحله عمل اجرا میکنه. و ای در حقیقت این دو ارگان که خوش خامل قوی مجریه و پارلمان یا قوی قانونگذاری به امور دیگر حق مداخله هم ندارن. اما این مداخلات به اصطلاح نسبی بین از اینا وجود داره. بحث مداخله ارگان اجرایی در امور قانونگذاری در زمان عدی همون شکلی که پیشتر گفتم وظیفه پارلمان قانونگذاریه و عملا باید قانونگذاری انجام بده، اما در حالاتی که باز نمایندگان یا در جلسه نیستن یا ای که پارلمان در رخصتی قراره یا پارلمان در عبارت ملغا شده، در صورتی که باز ترامین تقنینی از طرف قوه مجریه که از طرف به اصطلاح رئیس حکومت میتونه که اجرا بشه و عملا به اصطلاح در عبارت میبینیم که جایگاه کار قانونگذاری میگیره. بحث دیگه مداخل ارگان‌های تقنینی در امور اجرایی، همون شکلی که قوه مجریه میتونه در امور تقنینی به اصطلاح مداخله بکنه و در حقیقت به نوعی امورات قانونگذاری انجام بده، برعکس از اون قوه قانونگذاری یا مقننه میتونه که در امور مسائل اجرایی مداخله کنه. قوه اجرایی حق تعیین وزرا داره، در اختیار داره، اما پارلمان هم منابعی خود خواهد حق دخالت در تعیین موضوع را برخوردار به نسبت به رأی اعتماد یا عدم اعتمادی که ابراز میکنه، میتونه قوه مجریه از صلاحیت ها از او به اصطلاح کم بکنه یا صلاحیت انعقاد معاهدات از طرف قوه مجریه ولی باید یا از طرف پارلمان به اصطلاح تصویب بشه، چرا که این مشروط به اینه که پارلمان او تایید بکنه تا اینکه زمینی اجرایی برای خود خوبه. پس در این جهت هم می‌بینیم که هم قوه مجریه در امور پارلمانی می‌تونه مداخله کنه و هم پارلمان در امور قوه مجریه. ما به حسب اون که از رژیم پارلمانی پادشاهی متحده بریتانیای، ما وقتی از رژیم پارلمانی صحبت می‌کنیم دقیقاً در ذهن ما رژیم پادشاهی پارلمانی پادشاهی بریتانیا تداعی میشه، چرا که میشه گفت برترین نمونی نظام های پارلمانی در دنیا و برای اولین بار نظام پارلمانی در دنیا در حقیقت در انگلستان بود و انگلستان اولین کشوریه که نظام پارلمانی ایجاد میکنه و در حقیقت
به عنوان یک نظام پارلمانی شناخته میشه. اهمیت رژیم انگلستان از این جهت که هر یک از رژیم های سیاسی و تاثیرات کمابیش متفاوتی بر زندگی سیاسی جامعه تاثیر میگذارند و جایگاه خود خود در حوزه مطالعات علوم اجتماعی من جمله حقوق اساسی تعیین میکنند. واضحه که آنچه از این تجربه ها پذیرفتنیه یا به عنوان به اصطلاح قابل پذیرش سامان بهتر روابط سیاسی میان زمامداران و مردم از طریق ارائه نظریات و نهادهای مناسب آنه که مدل سیاسی در واقع بیانگر هنجارایی که تانستن به گونه مناسبی شیوه سازمانی قدرت در به اصطلاح پایریزی کنن و در عمل خواستاشن پیاده بکنن. به او جهت که رژیم انگلستان یکی از رژیم های بیترین رژیمیه که به لحاظ پارلمانی میشه مورد مطالعه قرار گرفت و به عنوان الگو از او استفاده به اصطلاح بینه کرد. بحث گفتار دوم مطالعات تحولات تاریخی رژیم پارلمانی انگلستان، این شکل که رژیم پارلمانی انگلستان امروز میبینیم در حقیقت در گذشته رژیم انگلستان چنین نبوده، یک تحول به اصطلاح تاریخی پشت سر گذاشتنده تا رسیده به اینجگاه و چند دوره پشت سر گذاشتنده تا عملا به این دوری که امروز ما قرار داریم قرار گرفته. اگر قرار باشه که ما نظام پارلمانتاریزم بریتانیا رو مورد مطالعه قرار داریم قرار بدیم، نیازه که ما دموکراسی پارلمانی از این کشور که مسئول تحولات سیاسی اجتماعی بود و مبارزات طولانی آزادی خواهان در انگلستان بود که به تدریج هم ای به وقوع پیوست، باید مورد مطالعه قرار بدیم که از این سببه که فهم بیتری رژیم سیاسی نگاه دوامدار و کتابی از تاریخ کشور میطلبه و قرار باید ما تاریخ کشور مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدیم و به مو خاطره که ما باید سه دوره از تاریخ انگلستان مورد مطالعه قرار بدیم تا بتونیم به یک نتیجه دست پیدا بکنیم که رژیم پارلمانی در انگلستان چگونه به وجود آمده. دوری اول که بود دوری سلطنت محدود بود، یعنی سلطنتی که به اصطلاح تمام قدرت در دست از او بود و به اصطلاح حمله نورمن ها به انگلیس ها سبب شد که یک سیستم حقوقی متحول شکلی پا بگیره و و از چند نگاه نهادهای سیاسی کشور در دوری ساکسون ها که در قرن 5 میلادی بود روبروش شد و در حقیقت این پایریزی شد و این دوره شورای مشورتی متشکل از خبرگان که به شاه ساکسون ها مشوره می دادن به وجود آمد. این شورا به دلیل مؤثریت از صورت اصلاح شده زیر نورمن ها هم پا شد و نورمن هایی تانستند که همچنان حفظ بکنن. یکی از این شوراها کوریامیتور از اطرافیان نزدیک شاه بود و دیگر شورای بزرگی دیش به نام کوریامیتور از مردان خبره روانیون بلندپایا و افسرها تشکیل شده بود که ساکسون ها هرچند فاقد یک حکومت به اصطلاح مرکزی بودن و شبکه های از قدرت محلی شامل ولایات و نوعی ساختار محلی خود خور می ساختن و موجود بودن و به اصطلاح اینا از لحاظ محلی استقلالیت خود خور داشتن و چندان به حکومت مرکزی در دوری پادشاهی محدود وابسته نبودن، ولی با اون آن هم یک سیستم حقوقی در دوری نورمن ها وجود آمد که مجالس ساختن و برای پادشاه مشوره می دادن. هرچند این کسایی که در این مجالس حضور داشتن وابسته به و از نزدیکان شاه بودن و در حقیقت از خبرگانی بودن که مورد اعتماد شاه بود، ولی با آن هم میشه گفت که برای اولین بار یک مجلس مشورتی به وجود آمد، چون در نظام های پادشاهی دیگر هم در قبل از نورمن ها و بعد از حتی در مناطق دیگر هم داشتیم که هیچگاه مشوره و نظر کسی شاه ها قبول نمی کردن و حرف از اونا به حکم قانون سر مردم و سر جامعه قابل تطبیق بود، ولی در این دوره نورمن ها اولین یک شورای تشکیل دادن که خبرگان در حضور داشتن. در این دوره ایجاد پارلمان صورت گرفت که در قرن 13 پادشاه بریتانیا شورای مشورتی تشکیل داد، برای شاه در حساب باعث تقویت پایه‌های زمامداری از می شدن و برای مالیدندگان وسیله نظارت از میزان هزینه‌های سلطنت شناخته می شد و در این مجلس که از نجبا و اشراف و روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام‌های اجرایی تشکیل شده بود طرف مشورت شاه بود هم در امور قضایی سیاسی و اقتصادی قانونی و به هیچ وجه وظیفه تقنینی نداشتن، یعنی قانون گذاری انجام نمی دادن، بیشتر
در اموراتی که بیشتر مطرح کردم در امورات قضایی و سیاسی و اقتصادی برای شاه مشوره میدادن و شاه هم مشوره از اینا رو گوش میکرد، اما در امر قانونگذاری هیچ نوع صلاحیتی نداشتن و قانونگذاری از جمله وظایف پادشاه بود، چون حکم پادشاه حرف پادشاه به حکم قانون بود و همه افراد جامعه باید در اجرا میکردن و مورد پذیرش همه افراد جامعه میبود. پس در حقیقت در این دوره با وجود از اینکه شورای ساخته شده بود، در وجود اینکه مجلس ساخته شده بود برای پادشاه مشوره میدادن، حق قانونگذاری در جامعه انگلستان نداشتن. دوره دوم دوره پادشاهی به اصطلاح پارلمانی بود، یعنی با روی کار آمدن سلسله استوارتها که از مأموریت تیودورها هم به اصطلاح برخوردار بودن یا محبوبیتی که تیودورها در انگلستان برخوردار بودن این استوارتها نبودن. اختلاف میان شاه و پارلمان بیشتر شد و اوضاع به سرعت به نفع پارلمان در حال تغییر بود، چون پارلمان نمایندگان مردم تر اینجا بودن. شاه و استوارتها با رفتارهای مستبدانه خود در مقابل پارلمان از خود عکس العمل نمیش نشان میداد و حقوقی که پادشاه برای مردم اعلام میکرد حقوق الهی میدانست و مخاطب باعث شد که رو در روی بین پارلمان و شاه صورت بگیره و نهایتا در اوایل قرن 17 میلادی پیروتنها به پارلمان رای یافتند و جنگ های 30 ساله مذهبی در اروپای مرکزی پروتستان های انگلیس را تحت تاثیر قرار داد. اختلافات شاه و پارلمان که معمولا بر سر مالیات ها بودک بیشتر شد و به سرعت این اختلافات که به سر مالیات ها بود رنگ بومی سیاسی گرفت و در حقیقت این به نفع مردم و پارلمان شد. از امیر روی دروازه پارلمان در سال 1611 تا الی 1621 مدت 10 سال بسته شد و پارلمان از طرف به اصطلاح پادشاه منحل شد، اما بعد از 10 سال واپس پارلمان شروع به کار کرد و عملا به پیش رفت. دوره سوم انگلستان به نام دوره دموکراتیزه شدن رژیم میگن که در این دوره به اصطلاح تحولاتی رونما شد. بریتانیا به طرف یک نظام پارلمانی هدایت داده شد تا برقراری نظام دموکراتیک، هرچند هنوز فاصله زیادی داشت و به اصطلاح تلاش های صورت گرفت. در این حالت هم که بود چند تا اعلامیه که در سالهای مختلف در انگلستان به اصطلاح صادر شد تونست که نقش انگلستان در ساختن رژیم دموکراتیک بالا ببره و اولین کشوری باشه که این رژیم میخواهد بسازه. در این خاطر بود که صدور اعلامیه حقوق 1688، قانون اصلاح انتخابات 1832 باعث شد که تنها گروه خاصی از افراد به خصوص اشراف و اشخاص خاص حق رأی پیدا بکنن. با وجود علمی هم خود از این در حقیقت یک شرکت در انتخابات بود و قسم کرسی ها بود و باعث شد که جرقه های زده باشه به خاطر از اینکه رأی دهندگان اضافه بشن و در حقیقت ترکیب مجلس عوام به گونه‌ای بسیاری در دست ارستوکرات ها قرار گرفت، ارستوکرات هایی که زمیندار بودند و بحث نامزدا و کنترل در انتخابات شروع پیدا کرد که آغاز تحولات شد در انگلستان تا بتونن که از این طریق به نفع انگلستان کاری انجام بدن. و کاهش اختیارات مجلس لرد ها بود که مجلس لرد ها یا لرد ها در سال 19 لایحه بودجه کشور که از طرف مجلس عوام تهیه شده بود بعد نمی بود. بعد انتخابات دوباره مجلس عوام حزب لیبرال ها، لیبرال که قبل از انتخابات اکثریت در پارلمان داشت، در این دوره نیز با اکثریت بیشتر از امام امور به دست گیری و باعث شد که به اصطلاح اختیارات مجلس لردان کم بکنه و این اختیارات انتقال پیدا بکنه به مجلس عوام و مجلس عوامی که در حقیقت از لیبرال ها تشکیل شده بود و کسانی بودن که آزادی خواه بودن و حقوق مردم بیشتر مورد توجه قرار میدادن و در حقیقت اینا کسانی بودن که خود نمایندگان مردم میدانستن و لورد ها که شامل روحانیون و اشراف و نجبا بودن و در حقیقت با مجلس عوام که بیشتر برجواها، زمینداران و کسب و کاران بودن، در حقیقت ای باعث شد که لیبرال ها قدرت بیشتری پیدا بکنن و مجلس لورد ها در حقیقت تحت شعای خود قرار بدن و همون بحثی که در حقوق اساسی هم مطرح کرده بودن یا نمی فهم که مزمون شما در سلیه گستاد دیگر یک می گفتن که باعث شد که در حقیقت کم کم مجلس عوام صلاحیت های از او نسبت به مجلس لورد ها که بنام مجلس اعیان یاد می شدن
بیشتر بشه و نهایتاً باعث بشه که مجلس لردها مجلس تشریفاتی بشه و مجلس عوام مجلس اساسی که صدر اعظم و وزرا تعیین میکنه.